با یاد و نام آفریدگار بزرگ با داستانی دیگر از کانال باتیس در خدمتتون هستیم. این داستان دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. شقیق بلخی از عارفان و بزرگان دینی قرن دوم هجری قمری است. او شاگرد و هم صحبت ابراهیم ادهم بود. شقیق بلخی مردی توانگر و ثروتمند و در اوایل زندگیش اهل ایش و نوش و خوشگذرانی بود. در آن زمان از طرف هارون الرشید خلیفه عباسی، علی ابن عیسی به حکومت خراسان انتخاب شده بود که مردی بسیار ستمگر و جبار بود. علی ابن عیسی شکار را بسیار دوست می داشت و یکی از سرگرمی های مورد علاقه او شکار بود. یک روز سگی از سگهای شکاری علی ابن عیسی امیر بلخ گم شد و فرد چاپلوسی که در دستگاه حکومتی او کار می کرد درباره شخص بیگناهی به دروغ بدگویی کرد که سگ در خانه اوست. آن شخص بیچاره همسایه شقیق بلخی بود. امیر چند نفر را مأمور کرد که آن فرد را به قصر بیاورند. آن مرد تا فهمید مأموران به خانه اش آمده اند، از بالای دیوار به خانه شقیق بلخی پناه برد. شقیق به قصر رفت و به امیر گفت شما این مسلمان بیگناه را که مطمئن هستم سگ شکاری شما را ندزدیده است را آزاد کنید. من ضمانت می کنم که تا 3 روز دیگر سگ شکاریتان را بیاورم و اگر در این کار تقصیر و کوتاهی انجام دادم، هر غرامتی که امیر بلخ بفرماید متعهد می شوم و آن را به گردن می گیرم. امیر بلخ وقتی این حرف ها را از شقیق بلخی شنید، دستور داد دست از سر آن مرد بردارند و کاری به کارش نداشته باشند. شقیق بعد از اینکه همسایه‌اش راحت شده بود به فکر فرو رفت. او می ترسید مبادا آن سگ پیدا نشود و علی ابن عیسی امیر ظالم بلخ به خاطر یک سگ شکاری او را آزار و اذیت کند. 3 روز مهلت شقیق بلخی گذشت و شقیق در خانهش به انتظار اتفاق ناگوار نشسته بود که ناگهان یکی از دوستان قدیمیش که در روستایی در اطراف بلخ ساکن بود به خانهش آمد و به همراه او یک سگ شکاری بود. شقیق وقتی که آن سگ را کنار دوستش دید به او گفت ای دوست عزیز، زود بگو ببینم که این سگ را از کجا آورده ای؟ دوستش گفت من دلم برای تو تنگ شده بود و قصد داشتم تو را ببینم و چند روزی مهمانت شوم. در این راه سگ شکاری را دیدم که با قلاده می رفت و هیچ نگهبانی نداشت. دانستم که این سگ یک سگ شکاری است و حیوان کم ارزشی نیست. با خودم گفتم که سگ را به عنوان یک هدیه ناقابل نزد دوست عزیزم شقیق ببرم تا خانه او سگ نگهبانی داشته باشد. شقیق بلخی بسیار خوشحال شد و نمی دانست چگونه از دوستش تشکر کند. او خیلی زود آن سگ را پیش امیر ظالم بلخ برد و خداوند جواب کار خوب او را داد. این ماجرا باعث شد انقلابی در زندگی شقیق بلخی به وجود بیاید و او بقیه عمرش را صرف عبادت و بندگی خداوند کند. او فهمید که هر کس به خدای بزرگ اعتماد کند، خداوند در هیچ حال او را فراموش نمی کند و امیدش را ناامید نخواهد کرد.